جشن بزرگ تنهایی. قبل از پیروزی انقلاب قرار بود غربی‌ها برای ما نیروگاه اتمی بسازن، اما بعد از اون قراردادهاشون رو یک طرفه لغو کردند و رفتن. مدتی به روسیه دل بستیم که اونا هم کاری برامون نکردند. پس خودمون دست به کار شدیم و چراغ خاموش نتنز و عراق رو روشن کردیم. ولی قبل از اون که به نتیجه نهایی برسیم، جاسوسا خبر بردن و فعالیت‌های ما شد تیتر اول رسانه‌های جهان. کارهای ما رو نظامی جلوه دادن. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اومد و اعلام کرد باید اعتماد سازی کنید و لازمش پذیرفتن پروتکل الحاقیه تا ما هر وقت خواستیم بتونیم از تأسیسات شما بازدید کنیم، به شرط اون که سریع‌تر پرونده ما عادی بشه و به سازمان ملل نره. پروتکل رو قبول کردیم. بخشای از کارمون در راه رسیدن به انرژی اتمی رو هم تعطیل کردیم. بازرس ها بارها اومدن و رفتن، اما پرونده عادی نشد. با اروپایی ها مذاکره و اسفند 82 توافق کردیم بخش دیگری از کارهامون رو تعطیل کنیم و اونها هم پرونده رو عادی کنن. مدتی گذشت اما اتفاق خاصی نیفتاد. رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با نخست وزیر انگلیس گفته بود ایرانی‌ها همکاران شما رو کاملاً فریب دادن. این بزرگترین فضاحتیه که اروپا به بار آورده. شهریور 83، آژانس در قطعنامه‌ای با لحن تند از ایران خواست همه برنامه‌های اتمیش رو تعلیق کنه، اما ما قبول نکردیم. فشار زیاد بود. بعضیا گفتن عقب نشینی کنیم، اما رهبری نظر دیگه ای داشتن. اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملت ایران، از جمله مسئله حقوق هسته‌ای. یه خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. مهر 83 در پاریس دوباره توافق کردیم تعلیق رو بیشتر کنیم و در عوض اونها قبول کردند رأی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بدن، اما باز هم به وعده هاشون عمل نکردند. این بار ما طرحی 4 مرحله‌ای دادیم و گفتیم با نظارت شما گام به گام میریم سمت غنی‌سازی کامل. 17 مرداد 84 تعلیق رو پایان دادیم. آژانس قطعنامه صادر کرد و از مدیر کل خواست گزارشی از پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بفرسته. ایران تهدید کرد نتنز رو هم راه اندازی خواهد کرد. دوم آبان شورای حکام گفت اصفهان رو تعطیل، غنی‌سازی رو تعلیق و نیروگاه آب سنگین عراق رو متوقف کنید. ششم آبان و در واکنش به اقدامات غرب اعلام کردیم دیگه پروتکل الحاقی رو هم نمیپذیریم. شورای امنیت 9 مرداد 1385 از ایران خواست تا 1 ماه دیگه فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو تعلیق کنه، وگرنه تحریم میشه. البته آمریکا منتظر نموند و به بهانه تلاش برای ساخت سلاح اتمی ایران رو تحریم کرد. همه ی روزهای سال 84 دانشمندانمون شبانه روز تلاش کردند تا در نهایت در روزهای پایانی همون سال به غنی‌سازی کامل دست یافتیم. این مسئله رو رسانه‌ای کردیم و جشن گرفتیم. جشن به نتیجه رسیدن 15 سال تلاش در تنهایی. غربی ها فعالیت هاشون رو علیه ایران شدیدتر کردن. اونها در آژانس و شورای امنیت چندین قطعنامه علیه ایران صادر و تلاش کردن در دانشگاه ها و مراکز علمی و حتی مراکز بهداشتی، دارویی، خدماتی و بیمه‌ای یا حتی مالی و تجاری ایرانی ها رو محدود کنن. اما سرانجام علارغم همه این اقدامات، ایرانی ها علاوه بر اون که به ماهواره و ماهواره بر رسیدن، 6 سال بعد توانایی غنی‌سازی اورانیوم 20% رو هم به دست آوردن. کاری که استاد شهریاری به سرانجامش رسوند.